به نام خالق زیبایی ها، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بچه های سرزمین عزیزم ایران. من زاهد نجفی هستم، مدرس درس دین و زندگی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. با یکی از درس های بسیار مهم سال کنکور 99 که در طی این 10 سال اخیر 31 تست از این درس در نظام قدیم و چه نظام جدید مطرح شد و طراحی شده. درسی هست به نام بحث آینده روشن یا همون امکان و ضرورت. من قبل اینکه بخوام یک درس بسیار مهمی رو براتون تدریس کنم، یک رزومه کلی از درس دین و زندگی و آماری که این درس در ادوار گذشته مخصوصا سال 97 که گذشت در نظام قدیم بهتون میخوام بدم، بعد انشاءالله درس رو شروع میکنم. بریم سراغ بحث آماریمون. ببینید بچه ها، درس دین و زندگی کلا توی کنکور بحثش به این صورت در نظام جدید، نگاه کنید، به 2 تا کتاب میشه، یکی برای بچه های ریاضی تجربی و یکی هم بچه های انسانی. بچه های ریاضی نظام جدید 12 درس در 10 دارن، 12 درس در 11 دارن و 10 درس در 12 دارن. اما بچه های انسانی یه چند درسی در هر سالشون بیشتر هست، مثلا در 10 2 تا درس بیشتر دارن، یعنی 14 درس، در 11 6 تا درس بیشتر دارن، یعنی 18 درس، و در 12 هم دقیقاً خدمت شما عرض کنم که 3 تا درس بیشتر دارن که میشه 13 درس، یعنی تقریباً 34 درس بچهای ریاضی تجربی در نظام جدید دینی دارن در 3 تا کتابشون کلن، و تقریباً 46-45 درس هم بچهای نظام جدید انسانی دارن. اما اگه توجه کنین دقیقاً این بحث، میخوام با کنکور 98 یک تعداد سوالی براتون تطابق بدم. در کنکور 98 میانگینی که مطرح شد این ترتیب 8-8-9 بود، یعنی تقریباً 8 سال از سال 10 طراحی شد، 8 سال از 11 و 9 سال از 12 که بچه‌ها میگفتن که مثلا 12 تعداد سوال درسش کمه، پس سوالم کم طراحی میدین، که باز طراح امسال ضد اون قضیه رو انجام داد، یعنی بیشتر سوال از سال 12 آورد. اما یک بحث دیگه که هست میخوام در بحث دین و زندگی بهتون بگم. ببینید 25 سوال تو کنکور بهتون میدن، از سوال 51 تا 75 دفترتون، دقیقاً اگه میشه اون چی رو من برسونین، از سوال 51 تا 75 دفترچه‌تون سوال دین و زندگیت. من دانش آموز داشتم از سوال 50 شروع کرده پر کردن، حواست باشه 50 آخرین سوال عربیه، 51 تا 75 بحث سوالات دین و زندگی شما طراحی شده در دفترچه کنکورتون. ضریب این بسیار بسیار مهمه، من حتی دور اینو خط میکشم براتون، ضریبش بسیار مهمه، ضریب 3 داره و ادبیاتی که ضریب 4 داره، دینی ضریب 3 داره. 17 دقیقه بهت وقت میدن برای این درس، یعنی 2 دقیقه از ربع بیشتر، و نکته بعد برای هر تست، برای هر تست 40 ثانیه وقت داری. ما امروز یاد میگیریم که تست رو 15 10 نهایتاً دیگه کمتر زمان 5 ثانیه حل کنی، پس باید تو کنکور تایم تو کلن بیاری پایین، کاهش بدی. دانش آموزی برنده هست تو کنکور که مدت زمانش رو رعایت کنه، اگر براش میگن 17 دقیقه نشه 20 دقیقه براش، اگه 40 دقیقه براش ثانیه براش میذارن، 40 ثانیه براش میذارن تایم برای هر تست، نرسونه هر تست رو 1 دقیقه وقت بذاره. نکته بعدی، تا سال 94 در نظام قدیم ترتیب سوالا به این شکل بود که مثلا نظام قدیم دوم سوم چهارم بود، تقریبا 8 نوتای اول دوم بود، 8 نوتای دوم سال سومه و آخرین سوالت هم سال چهارم. اما اومد از سال 95 در نظام قدیم و همین امسال تو 98 هم در نظام جدید ترتیب سوالات به هم ریخت، یعنی اومدن چه ها کردن؟ اومدن مثلا سال 51 رو از سال 12 هم دادن، سال 52 رو از سال 10 هم دادن، سال 53 رو اومدن از سال 11 هم دادن. یعنی دانش آموز دیگه اون ترتیبی که قبلا حفظ میکرد 889 یا 998 که حفظ میکرد دیگه از بین رفته. پس شما این یاد نگیری که تو ذهنت میگه آقا مثلا نقطه اول 10، نقطه دوم 11، هشته آخر 12. به این نگاه کنی که آقا شما هر سوالی درستون بذارن شما باید بفهمی که آقا راه حلش چطوری بوده، و اصلا نگاه نکنی که بگی که آقا قطعا باید حتما تعطیل. شما هر سوالی بذارن جلوتون میدونی که آقا این سوال مال کدوم درسه. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم
یک نکته بسیار مهمیه که اکثر بچه ها سوال میکنن آقا ما آیه بخونیم یا متن بخونیم؟ آیات بیشتره یا متن؟ ببینید بچه ها نسبت به نظام قدیم سوالات خب بیشتر رو متن داره الان تو نظام جدید میره. نظام قدیم 324 تا آیه داشت اما الان تقریبا بخواد مشترک همه رو با هم بگیری هلوش 80 تا 100 آیه داره. پس آیات کم شده، متن درس ها بیشتر شده اما اللحاظ درسی باز هم نسبت به نظام قدیم کمتر بس. خب نگاه کنی تقریبا 60 تا 70 درصد بحث کنکور خب تقریبا بخوام میانگین بگیرید این نظام دو تا نظام هم جدید هم قدیم تقریبا آیات تشکیل داده و مابقیش رو تست های مفهومی و ترکیبی که این ترکیبی خیلی مهمه. ما هر سال تست های ترکیبی داریم که این تست و این آیه رو با اون آیه کردم من توضیح میدم بهتون یعنی چی. بخوام میانگین سوالی هم قرار بدیم تقریبا بین 13 تا 14 تا تست از آیات تقریبا طراحی میشه، بین 12 تا 11 تا سوالم از متن طراحی میشه براتون که میانگین براتون زدیم. اما نکته بعدی طراحی آیات به چه شکله؟ خوب اینو دقت کن، ما امسال هم از این نوع طراحی داشتیم تو کنکورمون که حواست باید باشه باز هم در کنکور 99 از این نوع طراحی سوال تو بحث آیات داریم. ببینید ما دو جور آیه داریم کلا. یه آیاتی هستن که مستقیم از خود یک سوالاتی هستن که مستقیم از دل خود آیات طراحی میشه. مثل چی؟ مثلا ممکنه معنی آیه رو ازتون بخوام که داریم چه ادوار گذاشته در نظام قدیم چه الانی که در نظام جدید هست، یا پیام یا مفهوم آیه رو ازتون بخوام. نکته بعدی که قطعا تو کنکور 99 ببین همین الان دارم برای پیشبینی میکنم قطعا تو کنکور 99 این نکته رو دارین یا این نکته سوال ازش میاد، من حتما ببین دارم بازم تاکید میکنم قطعا تو کنکور 99 داریم سوالی که قبل آیه رو بدن بخونتون یا بعد آیه رو ازتون بخوان. قطعا داریم ما از این حداقل یک یا دو تا تست، حداقلش حد اکثرش نه، حداقل یک یا دو تا تست داریم که قبل یا بعد آیه رو میدن. الان یه آیه رو امروز ما دقیقاً یاد میگیریم که 3 سال پشت سر هم تست کنکور اومده، یعنی 95 96 97 که امروز دقیقاً یه تکنیک هم بهتون یاد میدم که دیگه هر جوری بخواد طرا این آیه رو بهتون سوال بده شما بلدین. یا علت معلول آیه رو میخوام، یا علت معلول آیه رو میخوام. مثلا شرط ثمره ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح چیه؟ نه ترس داری نه اندوکی نستی. این علت معلول از آیه. پس ببین هر کدوم از اینا طراحی ازش سوال شده، چه پیام آیه، چه دقیقاً قبل یا بعد آیه، چه بحث علت معلول. اما یه آیاتی داریم این خیلی مهمه، آیات داریم که ارتباطی هستن، یعنی میگن این آیه با کدوم آیه ارتباط داره. ببین یا بهت تیتر یا متن کتاب بد میگن میگن با کدوم آیه ارتباط داره این بحث، یا ممکنه بهت حدیث یا روایت بدن، یا شعر یا آیه ارتباطی بهت بدن، آیه به آیه، حدیث به آیه، متن به آیه. پس اینا رو دقت کن. پس دو جور شما تو طراحی سوال تو آیات داریم، یا آیات که درونی هستن مستقیم داخل خود آیه طراحی میشه، یا آیات داریم که طراحیشون برونی هست، ارتباطی هست، حدیث با آیه، آیه با آیه، یا چیزهای دیگه. نکته بعدی من دلم میخواد خوب به این آمار دقت کنیم، آماری که در کنکور 98 طراحی شده. ببینید بیشترین بحث شرکت کننده رو ما در کنکور تجربی داشتیم 637,000 نفر، سال دیگه مطمئن باشیم به 700,000 نفر هم میرسه. پس رقابت تو گروه تجربی بسیار سنگینه. خب 164,000 نفر تو ریاضی ها بودن، 282,000 نفر تو بحث انسانی و ما بقیه هم بچه های هنر و زبان بودن. اما یه مقایسی میخوام کنم دینی رشته تجربی که شرکت کننده بسیارم داره نسبت به سالهای قبل. ببینید نموداری که من براتون حتی دورشو خط هم براتون میکشم، این نمودار دقیقا نموداری هست که در بحث دینی میخوام بهتون ببین این نمودار دینی هست، من براتون دورشم خط کشیدم. زرد نظام قدیم 98 که امسال برگزار شده، سبز نظام جدید 98 که امسال برگزار شده، و قرمز کنکور 97 که قبل سال قبل برگزار شده در نظام قدیم. خود درجه سنگینی و سختی درسشو نگاه کن، در نظام قدیم 98 دینی سخت‌تر بود تا نظام جدید 98. خودت نگاه کن
پس ببین سوالات دینی پس داره هر سال سخت‌تر میشه. از کی سخت‌تر شد؟ از سال 94 به بعد سخت‌تر شد. یعنی دقیقاً دینی هم دارن مثل دقیقاً نکته رو خوب دقت کن، مثل زیست بهتون سوال میدن، قید رو تغییر میدن، همه رو میکنن بخشی، اغلب بعضی بوده در سال 95 همینطوری تست بهت دادن. پس شما باید دینی رو یک دینی فراترکیبی بخونید، یعنی رب بدین این بحث رو با اون آیه، این متن رو با این آیه. این نکته دیگه. نکته بعدی، من اینا رو میخوام بهت بگم که روز اول جلسمون روشن بشه از درس دینی، بعد ایشاله دیگه با تمام قوا بدید سراغ درس. خب تو کنگور نظام جدید رتبه‌ای که سازمان سنجش تعیین کرده این است در درجه بندی سختی سوالات عمومی در نظام جدید 98، اول درس زبان، بعد معارف، بعد ادبیات، بعد عربی، از بحث سختی و چگالی. اما در حتی نظام قدیم کنکور 98 اول معارف رو قرار داده، همین الان دیدین دقیقاً تو جدول، بعد ادبیات، بعد زبان، بعد عربی. این از این نکته. اما بریم سراغ بحث آخرمون. خوب به این نکته توجه کن. آماری میخوام بهت بدم تأسف بار که امسال هم در دیما، دقیقا فکر میکنم دیما این آمار در کنکور 98 هم با سازمان سنجش وارد، حالا بحث این آمار کنکوری سال قبلش وارد میکنه، یک آماری هست تو بحث این آمار چگالی یا سختی یا وضعیت تأسف‌ها رو پاسخگویی سوالات کنکور در نظام قدیم ما فعلا داریم. میخوام ایشالله بقیهش در طول سال که به دستمون بیاد طریق سازمان بتونیم، فقط میخوام نسبت این درس رو در نظام قدیم خودت نگاه کنی. ببین من یکم بزرگش کنم. ببین از تو کنکور 97 در سال قبل بود، فقط هم نظام قدیم بود، 569,000 نفر داوطلب شرکت کردن. فقط میخوام آمار رو نگاه کن، ببین چند نفر صد زدن، چند نفر منفی زدن. ببین فقط 78,217 نفر منفی 3.4 دینیشون رو زدن. اینو من نمیگم ها، اینو دقیقا آمارنامه که سازمان سنجش هر سال اینو گزارش میده به همه دقیقا مطرح کرد بحثش. چند نفر اومدن صد زدن؟ خودت نگاه کن، 2 نفر. درصد دینی از اینجا به بعد خوبه، یعنی از 70 به بعد، اونی که بر رشته دانشگاه. چرا؟ برای این که تو باید عمومیتو بالا بزنی، عمومیت رتبه و ترازتو تعیین میکنه، اختصاصی تو رشته و دانشگاه تو تعیین میکنه. تا عمومیتو بالا نزنی، اختصاصی تو اگه بالا بزنی، عمومیتو بالا نزنی، جای خوب قبول نمیشی. چرا؟ چون دقیقاً کنکورم داره اول از عمومی شروع میکنه برات. اون هر مشاوری میگه آقا اول عمومی تو خوب بزن تا به اختصاصی خوب بزنی. تا عمومی تو خوب نزنی، خوب نگاه کن سال قبلش، نگاه کن در قبل سال قبل 16 نفر صد زده بودن. خیلی تجربی. بچهای ریاضی رو نگاه کنی. بچهای ریاضی این آمار بچهای ریاضی. پارسال 97 134,000 نفر داوطلب بوده. خودت نگاه کن چند نفر باز منفی 2.4 زدن، 1 نفر 100 تونسته بزنه. ببین یعنی مجموعاً پارسال 3 تا ما 100 داشتیم تو کنکور 97 تو درس دینی. امسال بدتر از اینه. من بهت قول میدم رو همین دوربین دارم حرف میزنم، جلسه اول 14 مرداد، درسته؟ 15 مرداد دارم بهت اینو قول میدم، اگر بخوای تو این درس کم کاری کنی، ببین منو گوش بده این حرف منو، من دارم اگر بخوای تو این درس کم کاری کنی، رتبه جز این منفی ها خواهد بود. اینو بهت قول میدم، بخوای تو این درس کم کاری کنی، رتبه تو دینی تا درصد دین جز این منفی ها و درصد پایین هست. چرا؟ چون همه میگن دینی خودمون میخونیم، دینی رو نمیدونم فلان کارو میکنیم، کتاب میخریم فلان. تو یک کتاب میخری، 2 تا درس میخونی، میذاری کنار، کتابو نمیتونی بخونی. چطور میخوای تو کنکور 25 سوالو تو عرض 17 دقیقه پاسخ بدی با این مناوال گونه؟ این از این نکته انسانی ها نشون بدیم میریم سراغ درسامون. انسانی ها، این وضعیت انسانی ها. آقا باز هم منفیاشو نگاه کن خودت،
خود نگاه 29107 نفر دقیقاً دینیشون رو منفی ممیز 3 ممیز 2 زدن و هیچ چیز 100 نداشتن. سال قبلش نگاه کن 6 تا 100 داشتن تو 97. این 97 این 96. فهمیدی آمار چیه؟ گرفتی درس دینی چیه؟ فهمیدی نباید به این خیلی راحت بگی درس دینی رو اگه بخوای کوتاه کنی قشنگ ضرب فنی میکنه. همین امسال هم دقیقاً آمار میاد، اون موقع به حرفم میرسی که امسال هم بدتر از سال قبل بوده. هر چی تا حالا گفتم جدا. رفیق من، دانش آموز خوب، کسی برنده تو کنکور که هیچ درسی رو نگه آسونه بلدم. یه نکته از من و اساتید دیگه یاد بگیری یه نکته است. یه روش یاد بگیری بیاد ثانیه تو برسونه به 10 ثانیه یه روشه. امروز من 3 تا تکنیک بهت یاد میدم، 80 تا 90 درصد تستاش با همون 3 تا تکنیک برات حل میشه. میخوام امروز 10 ثانیه تست بزنی یا 10 ثانیه. اگه یادتون باشه تو بحث درس یه درسی گذاشتیم برات رایگان بود، اومدین تو آفلاین هم ما ضبط کردیم گذاشتیم تو فضای مجازی، خودت دیدی درس قیامتی که هر سالم تست کنکور در نظام قدیم بوده تو نظام جدیدم درس آوردم، خودت دیدی کاری کردم که یه روش بهت یاد بدم به نام تکنیک 3 بر 0. هر تستش هم 10 ثانیه، نهایتا دیگه بخوام تحلیلش کنیم 15 ثانیه گذاشتیم، خودت دیدی دقیقاً. خب ما امروز این کارا میخوام انجام بدیم برای پس جزوه رو اگه دارین چاپ گرفتین، اگر ندیدین حتما این آفلاین میشه، دقیقا قرار میگه رو پلنتون، میتونید بعدا نگاه کنید. ولی تمام کارهایی که من میکنم مو به مو اینه، من با کلاس من فعال باید باشین. بخواید فقط سینما نیومد اینجا، اومدی از من هم یاد بگیری هم بنویسی، پرسش و پاسخیه کلاسای من. پس خواهشی که از اون دارن کوتاهی تو نوشتار نکنین، تستا رو اول حل شما میکنین بعد من حل میکنم سریع، و نکته بعد تمام ریز نکاتی که براتون مینویسم باید بنویسین، تمام ریز نکات. یه نکته رو واو نمیدم، نه تفاوتی تو کلاسای حضوری میذارم با شما، نه نکته رو بگم که اونجا میگم به شما نگم. هر چی نکته یاد دارم، هر چی نکته بلدم، هر چی تکنیک بلدم به تو یاد میدم. خب این از آمار بود، بریم سراغ درس هم. درس 4 سال دهم بچه ریاضی و تجربی، درس 5 بچه انسانی میشه این درس. گفتم یه دوتا درسی بیشتر دارن، با اتفاقی اون شماره درسشون تغییر میکنه بچه انسانی. این درس تقریبا 6 تا آیه داره. در نظام قدیم هم این درس بوده، اما یه تغییراتی که یعنی ما دیگه بچه نظام قدیم هم گفتیم شرکت نکنم، بعدا یه فکر بسیار عالی براشون داریم برای بحث نظام قدیمی ها. 31 تست از سال نگاه خودت از سال 98 تا 91 براتون طراحی شده، یعنی امسال هم 3 تا تست ازش اومده. خوب دقت کن نکته رو. درس بسیار بسیار مهم طبق سوال کنکوری طراحی شده، ولی اکثر بچه‌ها این درس رو مشکل دارن، نمیدونن امکان با چی میاد، ضرورت با چی میاد. اینو مشکل دارن اکثر بچه‌ها تو تست دادنش مشکل. ما امروز می‌خوام اینو حل کنیم. من نمیدونم فقط اینو به عنوان یک من جلسه اول دارم اتمام حجت بهتون میکنم، وصیتامو دارم بهتون میکنم، نمیدونم این جلسه بهتون میگم خب یه کاری انجام بده دانشجو جذب بشه دیگه تو کلاس این تو روشا رو نرم. من هر چیزی که تو این جلسه دارم همینجوری هم تو کلاس ها هستیم باهاتون، هر نکته بلد باشم بگم اینجا همین روشو تو کلاسمون هم باهاتون داریم و عالی تر هم هستیم اونجا، قشنگ پرسوی پاسخ داریم. جلسه شما فقط نگاه میکنید ما مینویسیم. خب درسو میخوام شروع کنم با شما. بسیار بسیار درس مهمیه. نکته‌ای که هست این است که حتما این درس رو بعد اینکه تموم شد ان شاء الله عمر رو پلنتون باز هم نگاه کنین که یه موقع جای فراموش نشه براتون. آیه اولی که براتون اومده آیه بسیار مهمیه، 97 96 95 3 سال پشت سر هم این آیه طراحی سوال داده شده و دقیقاً از اون بخش آیاتی است که نصفشو دادن نصفشو ازت بخوام، یعنی قبل رو دادم بعد رو بخوام، بعد رو دادم قبل آیه رو بخوام. پس همین الان ببین دارم برات می نویسم، دانی خودتم می بینی همین الان دارم کنارش یه هشتگ 99 می نویسم، یعنی احتمالی 99 از این من رمز ما گفتم کلمه مهمه، تو سری کنار یه هشتگ 99 بزن، یعنی وقتی می خونی حواست باشی که دانش آموز این بس این آیه احتمالی 99 هست. این آیه از اون آیاتی هست که احتمالش از دیدگاه من سوال کنکور خواهد بود. خب بریم سراغش. میگه الله لا اله
الا هو. تا اینجا نگه داریم، میخوام تحلیل کنم. خب بریم سراغ هر بحث تحلیلیش. خوب توجه کنیم. خب کلمه الله، الله یعنی تولا. ما جلوتر ان شاء الله تو درسنامه میخونیم یعنی دوستی با دوستان خدا. الله هر جوری یعنی تولا. الله لا اله. لا اله یعنی چی؟ لا اله یعنی تبرا، یعنی تنفر، بیزاری. الله باز خودش میشه چی؟ تولا، یعنی همون دوستی. ببین پس همین الان سه تا نکته بدیم. هر جا بحث الله بود میشه تولا، هر جا گفت نیست جز او میشه چی؟ میشه تبرا. یعنی تبرا دوستی با تبرا یعنی بیزاری با دشمنان خدا. تولا یعنی دوستی. ببین تولا که واو داره یعنی دوستی با دوستان خدا، تبرا که ریدانه یعنی بیزاری با از دشمنان خدا. تو ذهنت بسپار که اشاره جورتر میکنه. یه جمله بسیار مهمی هست، یه کلمه بسیار مهمی هم داخلش هست که امسا سال کنکور اومد. لیجمعنکم، میگه جمعتون میکنه. خیلی نکته مهمیه، جمعتون میکنه. هر جا نکته رو گوش بده، هر جا ریشه جمعه یا خرجه در هر آیه در کتابتون دیدی یا در متن دیدی اشاره به معاد جسمانی داره. چه نکته‌ای گفتم؟ یه بار دیگه، هر جا ریشه جمعه در آیه یا خرجه یخرجون، ببین تو ذهنت بیا، در آیه دیدی یا معنی اینها رو در متن خارج میکند، زنده میکند، دیدی اشاره به معاد جسمانی داره. خب میگه جمع میکنه همه رو، تو دقیقا داره اون جمله رو میگه، جمع میکنه همه رو خدا. الی یوم القیامه، در عالم قیامت. خب ببین پس این چی شد؟ این دقیقا بحث معاد جسمانی رو داره میگه. اینو توجه کن، معاد جسمانی. و نکته دیگه چی بود؟ عالم قیامت رو داره میگه. فقط ببین اینجایی که برات خط کشیدم شاید من برات هایلایت نکنم، ولی خودت بعداً هایلایت کن با رنگ‌های مختلف برات قشنگه. نه نه حالا مشکل نداره، حالا ما چون وقتمون یکم محدود امروز خاطر هم. پس اینایی که من حالا شاید بعد جوری انجام بدم، ولی میگم بیشتر این کار چون هی بعد تغییر بدیم از لحاظ، میگم جایی که زیرش خط کشیدم و خودت غیرم، ولی من تاکید کردم اینجا مهمه مثلا تو بحث. خب پس تا اینجا رو باید تحلیل کردم. حالا نکته دیگه میخوام بهت میگم، این جا بود دقیقا، این نکته هست، این نکته، این بس اشاره به ترکیبی نکته، همین امسان سال کنکور بوده، اشاره به زنده شدن مرده ها یا انسان های مرده در عالم قیامت داره. خب بهت میگم کدوم مرحله داره میگه؟ مرحله دوم. همین امسال سوال کنکور بود، این آیه رو ترکیبی با درس همون شیشی که واقعه بزرگ هست. این نکته رو دقت کن. ببین پس ناکن ترکیبی آیه با متن دیدی تو اول درس گزینه، این سوالش امسال 98 سوال بود. خب اینجا رو دقت کن، از اینجا از الله تا یوم القیامه میشه معلول. دقت کن الان نکتهش هم بهت یاد میدم چطور. معلول یعنی ثمره اون کار، علت یعنی عامل اون کار. تو درس میخونی تا به دانشگاه بری یا قبول بشی در کنکور، عامل این قبولی چی بوده؟ دانش، درس خوندن. ثمره درس خوندن چی بوده؟ رفتن به دانشگاه، قبول شدن در کنکور. اینا داره همون میگه. ادامه لا ریب فی، تو پرانتز باز میذارم، تا حدیثا، تا حدیثا لا ریب فی، لا ریب فی و من اصدق من الله حدیث، میگه هیچ شکی در سخن خدا نیست، دروغی نیست و خدا صادق القوله، یعنی سخنش راستگویی رو میرسونه. نکته کنکور، آقا نتیجه اینکه خدا صادق القوله و شکی در این چیه؟ پس خدا همه رو در روز قیامت جمع خواهد کرد، پس این میشه علت. خب نکتهش هم اینجا برد میرسن. خوب دقت کن،
اینجا بعد میرسم. میگیم صادق القول بودن خداوند عامل قطعیت معاد است. عامل قطعیت معاد است. گرفت نکته شو؟ من عامله رو هم براش هایلایت میکنم که حواست باشه. عامل یعنی چی؟ همون علت دیگه. پس این نکته دقت کن. خب پیامایش هم که دقیقا برات نوشتم، دقیقا پیامایش من برات کنار که ستاره میذارم که حواست باشه. حقانیت رستاخیز و خالی در تردید بودن آن به دلیل صادق قول بودن، یعنی قطعا این بود. پس دلیلش چی بوده؟ اینکه خدا صادق قوله. پس سوال کنکور یاد گرفت. حالا گفتم سه سال این آیه رو چیکار کردن؟ قبل یا بعدش از سوال پرسیدن، درسته؟ میخوام یه روش بهت یاد بدم، یه رمز برات بذارم، رمز آیه یا تکنیک آیه، تکنیک طلایی آیات، که تو ذهنت تا ابد بمونه. این آیه رو دیدی رمزش چی بوده؟ هر جوری هم طرا بخواد به سوال بده، دانش آموز خوب تو بلدی، یعنی دست طرا رو هر جوری بستی، اولو بده آخر آیه رو بلدی، آخر آیه رو بده اول آیه. ببین، یا معلول رو میده علت ازت میخواد، یا علت رو میده جا خالی معلول ازت میخواد. تکنیکمون چیه؟ تکنیکمون اینجاست. تکنیک چیه؟ تکنیک این آیه برات اینجا می‌نویسم. جامعه صادقی. جامعه صادقی. جامعه اول آیه، صادقی آخر آیه. آقا جامعه صادقی یعنی چی؟ جامعه یاد جمعه میفتی، اول آیه تقریبا جمعه داخلش هست، صادقی هم یاد اصله میفتی. گرفتی نکته شو؟ گرفتی؟ پس جامعه یاد چی میفتی؟ آماشالله جمعه. صادقی یاد چی میفتی؟ اصله. ببین طراح هر جوری بخواد سوال بده، تو هم اول آیه رو یاد داری تقریبا، هم آخر آیه رو تقریبا یاد داری، تمومه. سه تا سوال ازش اومده امروز با همین جام صادقی برات حل میکنم، با همین جام صادقی برات نمیشتم. ناکن هشتک 99 میادا، این آیه میاد باستو کنکور میاد. آقا این تحلیل کلی آیه بود، هر چی بود برات نمیشتم. ببین یعنی هر جوری سوال بخوام بهت بدم من نکات چو برات نمیشتم. این آیه اول از این درس. بریم آیه بعدی. سه آیه بعدی در بحث امکان معاده بچه ها، در بحث امکان معاده. در نظام قدیم این آیات ترجمه نبود، خود آیات آورد، اما امسال ترجمه آیات تو کتاب آوردن. من آیات رو به رسم بیشتر بدنید آوردم که با آیات هم شما آشنا، ولی نیازی نه یاد بگیری نه حفظ کنید، اصلا نیازی، شما فقط ترجمه آیاتو یاد میگیری. ببین میگه برای ما مثالی زد، یه مثال زد خدا برای ما، یه مثالی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت چه کسی این استخوان‌های پوسیده دوباره، من اینو با رنگ دیگه براتون هایلایت میکنم، دقت کنید، دوباره من باشون کار دارم این نکته رو، دوباره زنده میکند. نیامد گفت بگو همان خدایی که آنها را برای نخستین بار آفرید و او بر هر خلقتی تواناست. خب این آیه داره بحث امکان معاد جسمانی در بحث آفرینش نخستین یا خلقت نخستین انسان داره. ببین برات نوشتم امکان معاد با توجه به پیدایش نخستین انسان. رمز آیش کلمه نخستین بار تو ذهنت بسپا. کلمه داره میگه نخستین بار، اینو کسی بگو، کسی که نخستین بار تو رو خلق کرد دوباره میتونه تو رو زنده کنه و او به هر خلقتی تواناست. خب این کلمه دوباره حواست باشه از این نکاتی هست که باز هم ممکنه سوال بیاد. دوباره زنده میکنه، بهت میگن آقا با کدوم از مراحل قیامت و با کدوم واقع ارتباط داره، تناسب معنایی داره؟ میگیم با
واقعه زنده شدن همه انسان ها در مرحله دوم قیامت. تمام شد رفت. ببین نکته بهت گفتم، یعنی آس درجه یک مرحله شو قشنگ یاد بگی. این آیه با اون بس ترکیبی گفتم اول درس، گفتم سوال کنکور ترکیبی بهت میدم، این یه نکته. خب پس داره این آیه اشاره به بحث امکان مواد جسمانی میکنه در بحث پیدایش نخستین انسان، که حالا هم پیام هم آیش همونه تقریبا. این نکته رو بهت گفتم، اما این نکته دیگه میخوام بهت یاد بدم که سوال کنکور تو 95 اومده. در مقابل منکران یه دلیلی میارن که در هر سه تا آیه دقیقا اینا دلیله برای همونا، یعنی دقیقا این هر سه تا آیه یک دلیل محکمی است بر انکار معادیا که خدا رو قبول نرن، آخرت رو قبول نرن. تو درس خودش خوندیم یک سخنی میگن که بسیار مهمه، حواستم باشه. من یه دونش در هر سه تا آیه برای تکرار کردم این نکته رو، ولی یه دونش رو بگم بسه. فقط داماشو دقت کن، سال 95 اینو تست دادن، دقیقا در سه تا گزینه داماشو استفاده کرده بودن، یعنی با داماش سه تا گزینه دقیقا از بین میرفت. خب اولین بار میگه در پاسخ به شبهه منکران مواد جسمانی این است که امکان، این دقت کن، امکان ندم به ضرورت، امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح، ندن خود کلمه جسمو، داماشو رو عین من روش زب در بزن، در عالم آخرت اتفاق میفته، ندن به در برزخ. دکتر گرفتی؟ یه بار دیگه. پس جواب بهشون گفتن آقا این که شما قبول نین، یادتون باشه که در آخرت باز هم امکان دارد که مجددن جسم به روح باز هم با هم آفرینش بشه. نکته گرفتی؟ نکته بسیار مهمی ها. داماش گفتن سوال کنکور بوده، دامهای تستی که اینجا اومده تو این نکته دقیقا سوال کنکور بوده، با سه تا این دامها سه تا گزینه از من میرم. الان تستش هم دقیقا یه چند دقیقه دیگه حل میکنیم با هم. این از این نکته. خب من آیات اولی تو بحث امکان رو بررسی کردم، بریم آیه بعدی. آیه بعدی هم باز هم مثل قبلی ترجمه آیه است. میگه آیا آدمی میپندارد که استخوان‌های پوسیده رو جمع نمی‌کنیم؟ بله، ما قادریم که سر انگشتان اون هم دقیقا چه کنیم؟ سامان بدیم، درست کنیم. دقیقا ببین خدا داره میگه من در چند قرن پیش در قرآن در بین 6236 آیه گفته بودن آقا هر انگشت فرد با فرد دیگه تفاوت داره، هر اثر انگشت با اثر انگشت دیگه تفاوت داره. این داره همونو میگه، میگه حتی ما میتونیم سر انگشتان تو هم سامان بدیم، مثل همون اولی که داشتی کنیم برات، یعنی اعجاز برات کنیم این کارا. پس اینو دقت کن. پس تقریبا داره این قصه میگه قدرت خداوند داره به عرض میکنه، قدرت نامحدود خداوند داره میگه، و رمزهاشون کلمه سر انگشتان رو حواست باشه. خب اشاره به چه بحثی داره؟ اشاره به زنده شدن امکان مواد جسمانی با توجه به زنده شدن همه انسان ها. گفتم یا مفهوم یا علل، هر کدوم یاد بگیرید تو این بحث همونه پیامش. پس این آیه اشاره به زنده شدن مردگان داره، میگه ما بلدیم، قادریم، میتونیم این روز اول تو رو از دوباره سامانت بدیم. و باز همون نکته که من فقط رو داماش خط میزنم که حواست به داماش باشه، ندن جای امکان ضرورت، ندن جای روح جس، ندن در عالم برزخ به جای آخرت. پس در عالم آخرت روح نه در برزخ، این ادغام شدن دوباره جس با روح. اما آیه آخر که حواست به این آیه باید باشه یکم، خیلی مهمه، میگه خداست که بادها را میفرستد تا ابرها برانگیزند، سپس آنها را به سوی سرزمین‌های مرده برانیم. کلمه برانیم یعنی حرکت دهیم، حرکت دهیم یعنی هدایت کنیم. سوال بهت میگن این که به سوی سرزمین‌های مرده برانیم کدام تویید رو نشان میده، اشاره میکنه؟ همه تو الان حاج و واج من داری نگاه میکنه تو دوازدهم امسالتون، درس دوی دوازدهمتون بحث توحیدها رو میخونیم، چهار تا توحید داریم. آخرین توحید میگه توحید ربوبیت، تو اون درس
ربوبیت یعنی خدا رب، پروردگار جهانیانه، همه کار رو انجام میده، پرورش میده، اداره میکنه، حرکت میده انسانها رو، موجودات رو به سوی مقصد شد. اینجا داره میگه به سوی سر برانیم، یعنی حرکت، یعنی هدایت. شما از این به بعد هر جا صحبت از حرکت و هدایت شد، اشاره به توحید ربوبیت داره. دیدی نکته کنکورو؟ دیدی نکته کنکورو؟ یعنی نکته ای که بهت گفتم از اون نکاتی است که تعرض مال این نکات هست برای تعرضیت است. خب الان همینو میداد، میگه آقا کدوم قسمت این آیه اشاره به توحید ربوبیت داره، یا این آیه بحث کدام توحید اشاره داره. نکته چیزی؟ و آن زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی ببخشیم، زنده کنیم، و زنده و این چنین هست زنده شدن قیامت. یعنی چی داره میگه؟ میگه همینطوری که باد و ابر با هم میاد ادغام میشن، باران نازل میکنن، و زمینی که در فصل زمستان خواب بوده رو در بهار زنده میکنن، ما هم تشبیه کردیم انسان رو به اون فصل بهاری که در طبیعت داریم. همونطوری که بهار زنده میشه، ترابت اولیش رو زمین داره، بار دیگه هم انسان در روز قیامت یک بهار زندگی مجدد داره. دیدی نکته شو؟ پس داره میگه آقا نکته شو نکن، اینجا برای نوشتم گفتم آقا این اشاره به رستاخیز طبیعت. یعنی داره میگه همونجوری که بهار فصل زنده شدن یا زندگی مجدد هست، در آخرت هم قیامت در فصلی وجود میاد، حالا هم رستاخیز، که باز هم انسان مجددا زنده خواهد شد. این از این نکته. خب حالا باز اینجا یه نکته دیگه داره، من با زرد برات هایلایت میکنم، زنده شدن در قیامت. باز هم همون نکته که اون وقتی برات نوشتم، دقیقا این نکته از اون نکاتی که باز هم ممکنه سوال ازش طراحی بشه. چه نکته‌ای هم میگیم؟ اشاره به زنده شدن همه انسان‌ها در مرحله دوم قیامت دارد. بازم نکته ترکیبی، بازم از اون نکاتی که طراح سوال کنکور ازش میده احتمالا. آیه با یه بحث دیگه ترکیب بذار. ببین دقیقا اگه نگاه کنیم من تک تک بحثا رو، اون نکته هم باز اینجا باز تکرار کردم که داماشو من زب در میزنم که حواست باشه که اشتباه نگیری. ضرورت نیست، امکانه. جسم هست، روح بحث جسم نیست، روحه، و آخرت هست، برزخ نیست. این نکته رو حواست باشه. حالا نگاه کن از بالا، ببین آیه رو شاه کردم برات، هر آیه رو برات تحلیل کردم که چیه. گفتم این خطا رو دیگه، چون وقتی که محدود امروز، ما جلسه بعدی حالا این کار رو یه کار دیگه براتون احتمال انجام بدیم. این خطا رو که دقیقا برات هر کدوم خط کشیدم، برای خود میتونید دورش رو خط بکشی، هایلایت، هر کاری که میتونید. من برای اینا، یعنی اینا نکات هر بحثی که مهم هست. این از اینه. حالا ببین دو تا آیه آخر رو ببین، سوال درسمون رو تموم کنیم درسمون. دعای بعدی همین الان دارم برات مینویسم این آیه رو. #99 خیلی اهمیت، چون آیه بعدیش امسال سوال کنکور دو تا ازش اومده. آیه اولی امسال ازش نیومده سوال. آیه این هست بسیار مهم، پر نکته ها، یعنی نکاتی داره که در این ترکیبی با درس های قبل یا بعد، آینده، گذشته یا آینده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اولا بحث استفهام انکاری رو داره میگه، سوالی که دقیقا در همون بحث جوابش رو انسان پیدا میکنه. پس کلمه افحسبتم اینجایی که برات نوشتم، بذار با این رنگ برات بنویسم یا خودش زرد بنویسم. افحسبتم اشاره به استفهام انکاری در تأکید اون قضیه. پس تأکید این قضیه، تأکید بر مطلب، پس بر مطلب رو داره میگه. سوال کنکور یه دقیقا داده بودن که الان سوالم بکنم آورده باشم، کدوم از آیه ریزی اشاره به استفهام این کاری دارد. گرفت نکتشو؟ همین آیه. نکته بعدی کلمه خلقنا، ترکیبی خلقنا. هر جا ببین نکته رو گوش کن،
هر جا از این بر ریشه خلقت یا بحث آفرینش در آیه یا در متن دیدی، برو تو درس 2 دوازدهمی که الان توحید بهت گفتم، اولین توحیدش درس بحث توحید خالقیت شروع میشه، اشاره به توحید خالقیت داره. پس یه بار دیگه هر جا صحبت از آفرینش یا خلقت شد، اشاره به توحید خالقیت. پس این آیه یکی از توحیدهایی که درش هست، توحید در خالقیت هست. توحید در خالقیت. عبسن که رمز آیه ما هست، عبسن که رمز آیه ما هست، اشاره به بحث ضرورت حکمت الهی هم داره که همین درس الان همین بحث رو داریم میکنیم. یه نکته دیگه هم هست، با سبز برات میگم سه نکته شو، اشاره به عبس نبودن جهان هم داره. درس یک سال دهمت میگه خدا جهان رو لاعبین انجام نداره، بلکه جهان رو به حق آفریده. گرفتی نکته شو؟ خیلی نکته آسیا، خیلی نکته آسیا. این آیه با اون آیه اول دقیقا درس یک سال دهمت ارتباط تناسبی داره. بهت میدن کدوم آیه با کدوم آیه ارتباط تناسبی داره یا ارتباط معنایی داره. ببین این یعنی کنکور، آیه رو با آیه که هم مفهوم و تناسبه یاد بگیری، که انشاءالله ما تو جلسه یکمون که شروع بشه کامل برای اون آیه نکات رو برات می‌نویسم، که حتی این نکته هم میارم که این آیه با این آیه ارتباط داره. کنکور یعنی باید ریزترین نکات رو یاد بگیری. تو نمیدونی طراح چه سوالو طراحی می‌کنه. طراح یک استاد دانشگاهه، زمین تا آسمون با بیان و فکر تو فرق می‌کنه طراح سوالش. هیچ تو نمیدونی چه سوالی طراحی میکنه، ولی ما باید دیگه مو رو از ماست برای تو بکشیم بیرون. نکته بعدی میگه و انکم الینا لا ترجعون، میگه شما به سوی ما باز نمیگردید، رجعت نمیکنید. آیا فکر میکنید ما این جهان رو بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما برگشت نمیگیرید، باز نمیگردید؟ خب نکته بعدی رو دقت کن، بازگشت. این بازگشتی که داره میگه لا ترجعون، من اینجا برات مینویسم لا ترجعون، داره میگه آقا یعنی یه مقصدی داره برات تعیین میکنه، یعنی همون بحث، یعنی بازگشت یعنی همون چی، داره میگه انسان یه روزی به سوی ما هدایت باز یا حرکت داده میشه. گرفتی نکتهشو؟ بهت میگه این هدایت یا حرکت کدام توحیده؟ توحید در ربوبیت. چیکار کردم آیه رو برات؟ خودت نگاه کن کدوم کتاب درسی این کار برات انجام داده؟ کدوم کتاب درسی؟ من با کتاب بازار کاری ندارم. کدوم کتاب درسی که بچه‌ها میگن ما همون کتاب درسی رو بخونیم حله؟ کدوم کتاب دیگه اومده ریس کرده برات آیه رو رفته جلو؟ ما همه رو این کار میکنیم. پس الان سوال بدیدن با توجه به آیه زی، این آیه به کدام توییدها اشاره داره؟ همین آیه رو بدیدن دانشجو میگه توی چی بود اصلا؟ خب پس نکن ما میایم کاری میکنیم که این درس رو با درس های چه گذشته چه آینده ایشالا بدونیم. توحید یعنی اعتقاد قلبی به خدا، اعتقاد قلبی به خالقیت خدا، به مالکیت خدا، به ولایت خدا، به ربوبیت خدا. کاری که انسان برای خدا انجام بده بهش میگن توحید نظری یا عقیده. نه، اینو بهش میگن توحید عبادی. کاری که خدا برای انسان انجام بهش میگن توحید نظری یا عقیده، که همین چهار تا توحیده: خالقیت، مالکیت، ولایت، ربوبیت. خب حالا به موقع خودش من اینا کامل بهت میگم، نگران نباش. پس این آیه اشاره به بحث ذرات معاد داره که برات کاملا بررسی کردم، و این آیه اشاره به استفهام انکاری داره که این نکتهشو فقط دقت کن. سوال یه بار چون دادم. اما آیه آخر، بریم سراغ آیه آخر. آیه آخری که امسال دو تا ازش سوال کنکور اومد، بسیار آیه مهمیه. این هم یه روش میخوام بهت یادم برای یادگیری آیهش، که الان اینو من نمیخوام اینقدر تاکید، ولی میخوام خودت حل کنی که 5 ثانیه، حتی دانش آموز میگه 1 ثانیه وقت داره به حلش. این روشی که بهش یاد دادم. آیه مهمی که امسال دو بار سوال اومد و بحث نظام عادلانه یا بحث ضرورت عدل، آیه اول که ضرورت حکمت بود، آیه دوم ضرورت عدل. میخوام یه روش بهت بدم. هر وقت این آیه رو دیدی، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار،
میگه آیا ما کسایی که ایمان آوردن و با کسایی که تباهکارن یا کس ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن با کسایی که مفسد و تباهکارن یکسان قرار دادیم؟ یا آیا ما متقین یا پرهیزگارا رو با فجار یا گناهکاران یکسان قرار دادیم؟ نه، چنین خبری نیست. ما عدالتمون برقراره. پس این آیه داره عدالت رو میگه. خوب دقت کن. من با علامت مثبت منفی میخوام این آیه رو باید یاد بدم. ببین، هر وقت این آیه رو دیدی یاد دادگاه بیا، ترازوی عدالت بیفت. یه طرف ترازو همیشه سنگین پرباره، یه طرفش خالیه، پایینه. پس این آیه داره اینو میگه، میگه هیچ وقت ما اینا یا بالا یا پایین. پس اونی که بالا هست یعنی اونی که عمل صالح انجام میده، اونی که پایین هست یعنی که کار بد انجام، پایینه، اعمالش منفی بوده آورده بالا. هیچ وقت دوتا با هم یکسان نیستن. پس نگاه کن، من بالای بحث عمل صالحات علامت مثبت میذارم، بالای مفسدین علامت منفی میذارم، بالای متقین علامت مثبت میذارم، علامت مثبت میذارم و پای فجار علامت منفی. از این به بعد تو دقیقا با این روش برو جلو. از این به بعد تو با همین روش برو جلو. گرفتی نکتشو؟ گرفتی نکتشو؟ پس آیشو به این ترتیب یاد بگی. مثبت منفی، یه عده خوب یه عده بد، هیچ وقت یکسان قرار نمیدشون. هیچ وقت، هیچ وقت یکسان قرار نمیدشون. خب آیشو برای تحلیل کردم. اشاره آیه داره به بحث ضرورت عدل، ضرورت عدل داره میگه و یکسان نبودن مؤمنان صالح و مفسد و متقین با گناهکارا. بعد نکته بعدی که میخوام بهتون بگم این است که خدا عدالت رو در قیامت در بحث خوبها و بدها دقیقا اجرا خواهد کرد. تو این آیه دقیقا خدا میگه در عالم قیامت عدالت من برقرار. پس ناکن نکتهش این هست. پس نکته که میخوام بنویسم اینه. چی هست؟ اجرای عدالت الهی در برخورد با دو گروه در عالم قیامت است. در عالم قیامت این از نکتش. خب بچه های خوب، تا اینجا من آیات رو کامل براتون تحلیل کردم. حالا میخوام متن رو بگیم و درس رو تمام کنیم. تا اینجا هرچی نکته بود در بحث آیات بهتون یاد دادم. این از نکتش. اما میخوام بریم سراغ بحث درسمون. خوب دقت کن، درسنامه‌مون در بحث خطرات احتمالی داره بحث میکنم. یکی از راه های اثبات هست، یک قانون عقلی هست که این قانون به ما میکنه دفع خطرات احتمالی لازم هست. وقتی دفع خطرات احتمالی لازم هست، نمیتوان نسبت به خبری که از بحث اون قطعی بودن خبرها هست بیتوجه بود بشه. در چه بحثی؟ در بحث این که خدا داره میگه آقا یه روزی من قطعاً معاد رو اجرا میکنم، یعنی آخرت اجرا میشه یه روزی. خب حالا میخوام اینو بحث کنیم و بریم سراغ امکان و ضرورت. نکته اول میگه پیامبران و عاقل‌ترین و اساسگرین مردمان طول تاریخ بودن و با قطعیت کامل از معاد. پس بعد از یک تا پرستی و خدا پرستی که دعوت میکردن مردم رو به معاد، پس اول به ایمان به خدا، بعد میگفتن یامل آخر، ایمان به آخرت داشته باشین. پس این نکته رو من کنارش علامت میزنم، حواست باشه. نکته بعدی که فوق‌العاده مهمه، دیگه خودت استاد شدی، گفتم کلمه مهم چیکار کنی. میگه پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت مطرح شد. ببین نکته شو، خیلی سوال کنکورم یه بار اومده، اول این بعد این.
و در قرآن کریم، در قرآن کریم پس از یک تاپرسی و توید درباره معاد دقیقا سخن گفته شده. پس این نکته را من کنارش علامت بزنم. میگه وقتی انسان درباره خطرات کوچیک احتمالی بی‌تفاوت نیست، به طریق اولی نسبت میتواند از طریق چنین، از کنار چنین تأکید و تذکر بی‌تفاوت بگذارد. این نکته. و نکته بعدی میگه خداوند راستگوترین است و خبر از معاد میده. دقیقا گفت الله لا اله الا هو یجمعنکم الی یوم القیامه. خدا معبودی هست که جز او کسی نیست و او قطعا معاد جسمانی رو همه جمع و معاد که آیشم برات کامل تحلیل کردم، بحثش هم برات میگم. ممکنه یه شعری هم مثلا بهت بدن که تو کتابتون هست، حالا ما اشاره اینو میگم، مثلا میگه مثالی گویمت ظاهر بیندیش، کسی راه هست جامی پر عسل پیش. مثلا یه شعری هست که حالا من اشاره تو درسنامه کاملمون که اونجا بیا کامل باز اینو براتون تحلیل میکنم. مثلا این شعری که بهت میدم، ممکنه مثلا شعر رو بهت میگم با کدوم آیه هم مفهومه. این در بحث هم. اما اصلی ترین درسمون یا اصلی ترین قسمت درسمون این قسمتی که میخوام برات بگم هست، امکان و ضرورت. استدلال قرآن در بحث امکان و ضرورت به دو بحث میشه. خوب دقت کن، من یه برگ سفید اینجا با اضافه کنم، میخوام رو اینجا برات بگم. ما از این به بعد یه نکاتی داریم، خوب توجه کنیم به این نکته. نکاتی به نام نکته پر رو. نکته پر رو چیه نجفی؟ نکته پر رو یه نکاتی مهم، پر اهمیت، تشابهی، اما با دو موضوع متفاوت. ممکنه دو تا نکته باشه یا سه تا یا بیشتر. خب الان یه نمونهشو می‌نویسم، از این بعد هر وقت گفتم نکته پر رو، شما با یک علامت مخفف به نام نپه می‌نویسین. نپه نکته پر رو. به همین شکل هم از این بعد می‌نویسین. یعنی هر وقت گفتم نکته پر رو، شما همین شکل رو دقیقاً تو همون قسمت اجرا می‌کنید. خب نکته اول چی؟ نکته پر رو یک داریم، الان دو سه تا تو این درس داریم بهتون میگم. نکته یک، نکته پر روی شماره یک تو این درس میگیم اگه معاد با قدرت خود یعنی کی؟ یعنی انسان انجام بشه. نکته بعدی میگه معاد با قدرت خدا انجام بشه. ببین دو تا کلمه هم معنی اما با دو موضوع متفاوت. اینا بهش میگن نکته پر رو. نکاتی که مال خودم هست، انحصاری خودم هست، هیچ کتابی نکات نیست. جالب این نکات هایی تو 98 گذشت خیلی نکات بر دانش آموز پرکاربرد و پر اهمیت بود. خیلی اتصال با همین نکته پر روی که مثلا گویا یاد دادن به بچه ها رد گزینه میکرد یا به جواب رسیده بود. خب اولی جوابش این میشه امری نشدنی و بعید. این جواب اولی. دومی امری شدنی و ممکن. ببین پس معاد به وسیله انسان از به هیچ عنوان انجام نمیشه، اما معاد به وسیله خدا قطعا انجام میشه. این نکته اول. اینو حتما تا اون کنار که نوشته برات استدلال های قرآن در مورد اثبات معاد حتما زیرش بنویس، جا هست دقیقا میتونی بنویسی. نپه بسیار نکات مهمی هست. این نپه بسیار کاربردم داره. خب بریم شما درسامون دقیقا میتونی اینجا بنویسی، جا هست میتونی بنویسی. خب به دو بحث هست، امکان این قضیه و ضرورت هم یه بعد بررسی کردم که امری میخوام باید توضیح بدم چیه. خب امکان به سه شاخه انجام میشه. ما اول یاد باشه امکان، در بحث امکان ما دو نوع امکان داریم، امکان معاد روحانی، امکان معاد جسمانی. در نظام قدیم دو تایی بررسی میکنه، اما الان یه دونه شو دقیقا درس بعدیتون در آینده که درسی به نام عالم برزخ که ایشالا بعدم برسیم کامل بهتون میگیم. امکان معاد روحانی همون بحث روح یا همون توفا رو داره میگه، میگه امکان داره که این اتفاق باز بیفته. پس ما دو نوع امکان معاد داریم، روحانی و جسمانی داریم. پس اینو دقت کن، جسمانیشو تو این درس میخوام بخونم که سه شاخه میشه: پیدایش نخستین انسان که همون آیاتو تحلیل کردم، زنده شدن مردگان و نظام مرگ و زندگی در طبیعتی هم باد و ابری که میومد با هم زنده میکردن زمین رو از این چیزا. خب دوست عزیز یه تکنیک آیه بهت یاد دادم، آیه اولی که گفتم مهم هست، هشتگ میناس دادم. دارم اینجا ادامه میخوام بهت بدم که دقیقاً دو همین تکنیک سال کنکور امسال تو ریاضی 98 هم نظام قدیم هم نظام جدید با همین تکنیک یه ثانیه حل شد تستش.
حلم میکنه امروز، علکی هم حرف نمیزنم، واقعیت رو دارم بهت میگم. یه شعری میاد یاد میدم که از این بعد یاد بگیری که امکان با چیا میاد، ضرورت با چیا میاد. خوب تکنیکش هم یاد میگیری، ایشالا جلسه دعاتی ما این درس رسیدیم باز مرور کردیم، میپرسم ازتون تکنیک شو قطعا میپرسم و اینو یاد بهتون میگم از این بعد یاد دانش روشی تکنیک. اگه بخوام بپرسم سوال ازتون بپرسم، واقعا اگه آزمون بگیرم، من خیلی روی این چیزا یکم حساسم که قطعا هم عامل اجرایی این کار انجام میدم، آزمون اگه بگیرم ببینم درصد زیر 60 دادی زیر 70 دادی، قطعا راه نمیدم جلسه بعدی کلاس. این سختگیری چرا؟ چون همین اول سختگیری میکنن تا به راحتی برسیم. هر کسی پر تابوس خواهد جور هندوستان کشه. اگه رتبه دانشگاه خوب میخوای، باید این درس رو و درسای دیگه تو خوب بزنی، وگرنه همین الان غیر کنکور رو بزن، بگی نمیدونم بعدا میخونم دینی رو، الان زوده. خب اینایی که نخوندن با رتبه یک و نکن، درصدشون تو دینی چند بوده؟ خب ادامه. پس میخوام یه تکنیک یاد بدم، فوق‌العاده تکنیکش مهم و کاربردیه برای امسال، فوق‌العاده مهم و کاربردی حتی برای تستنیاتون که الان میبینین. تکنیک شماره یک، خوب میخوام یاد بگیری تکنیک رو، شعرم هست. تکنیک شماره یک شعرم هست، میگیم امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. الان بچه میگم روح چرا دیگه نمیشه، من تغییرش بدم درستش کنم واسه نشه. پس امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. من برات هایلایت هم کنم چی؟ امکان چی شد؟ امکان با چیا میاد؟ با روح میاد، با جسم میاد، روحانی و جسمانی. سوال کنکور بهت میدن امکان عدل، امکان حکمت، رد گزینه کن بره، غلطه. بهت میدن ضرورت روحانی، ضرورت جسمانی، رد گزینه کن بره، غلط. تو کنکور یکی از چیزایی که برایت کنی و انجام بدی، رد گزینه کردن بین چهار گزینه است. یعنی وقتی رسیدی به دو تا گزینه که غلط هست، با مدال روش خط میگی. اکثر بچه این کار انجام نمیدن، ضربهشو میخورن. یعنی وقتی تو ذهنشون تداعی میکنه که آقا این نکته رو ما رد گزینه کردیم تو ذهن، اما رو عمل رو کاغذ انجام ندادی، باز هنوز رو چهار تا گزینه بحث میکنه. الان رو تستا باید یاد بگیری رد گزینه، یاد از همین صفر باید یاد بگیری، عادت کنی تا به اونجا برسی. خب پس امکان همیشه با چیا میاد؟ باریکلا، روحانی و جسمانی. پس دام بهت ندن ضرورت، غلطی. امکانم معنیش اینه شاید. دقت کن، این نکته تکنیک اول میخوام برمو درسامه. خب پس تکنیکمون چی شد؟ امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. یه بار دیگه، امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. ضرورت روحانی درست یا غلطه؟ جواب بده. ضرورت روحانی درست یا غلطه؟ غلطه. ضرورت جسمانی درست یا غلطه؟ غلطه. امکان روحانی درست یا غلطه؟ درسته. امکان جسمانی درست یا نادرسته؟ درسته. پس امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. تمام شد رفت. امکان معال جسمانی در بحث پیدایش نخستین انسان که بررسی کردیم، خدا قادر هست که بار دیگر انسان را، ببین میگه خدا قادر هست بار دیگر انسان را دوباره زنده کنه. پس آیش هم که بررسی تو همون درس کردیم که دقیقا کلمه‌ای که تو آیش میومد کلمه نخستین بارمون بود که تو رمز آیه که برای خودمون قرار دادیم بود. این از این نکته. پس از بحث امکان معال جسمانی که خدمت شما عرض کنم که ممکن است به وسیله خدا هم قطعا این بحث هست، این است که خدا میتونه بار دیگر انسان رو دوباره زنده کنه. آیه بعدی که بحث متنش هم بهتون گفتم تو درس، اما باز هم مرور میکنیم، یه نکته خیلی ریزی هم داره. خدا میگه به صورت محسوس‌تری در این زمینه نشان میداد، این دقیق‌تر و وسواس‌تر تو این قضیه انجام داده خدا، که میتونه به اراده خود مرده ها رو عین روز اول دوباره زنده کنه، که اشاره به داستان عزیر پیامبر، عزیر نبی داریم. عزیر نبی که پیامبر بنی اسرائیل بود، که به اراده خدا، کی؟ عزیر نبی به اراده خدا 100 سال رفت تو خواب، تو حالت خواب.
بعد از خواب کر رکورددار این بود. 100 سال رفت تو خواب. خب بعد از 100 سال خدا دوباره اونو زنده کرد، یعنی آوردش به روز اولش باز. بعد وقتی بیدار شد اوزه دید آقا الاغش هم مثل روز اول زنده شده، اون غذایی که همراهش بود مثل روز اول طراوت و تازگی شده داره. پس ناخون دید با چشم خودش، میگه الاغم زنده شده یا زنده شده الاغ. بعد به خودش پی برد که آها خدا بر هر کاری تواناست. یعنی داره چی رو میگه؟ یعنی داره چی رو میگه؟ بگو بگو چی رو داره میگه؟ داره قدرت نامحدود خدا رو میگه، نامحدود الهی رو داره میگه. میگه خدا قدرتش نامحدوده، میتونه کاری کنه که نمرود با اون همه عظمتش به وسیله یک مگس یا پشه بمیره، میتونه کاری کنه که 900 سال زنده بمانه، میتونه کاری کنه که عزیر نبی 100 سال بره تو خواب بعد از 100 سال دوباره زنده بشه مثل روز اولش زندگی کنه، حتی اون چیزایی کنارش مثل اولاغش مثل قضاش اینا مثل روز اولش برش بشه. داره بشاره به قدرتش میکنه. پس آیش هم که ندا برای عزیر اومد گفت فکر کردیم ما این کار رو بلد نیستی انجام، ما میتونیم حتی سر انگشتانت هم قادریم سر انگشتانت هم دوباره سامان بدیم درست کنیم. خب پس تو این نکات دقیقاً این بحث داستان عزیر رو حواست باشه. نکته بعدی تو بحث آخرین بحث تو معاد جسمانی که بعدش هم ضرورت رو تمام میشه درسم. معاد جسمانی بچه‌ها گفتیم اشاره به بحث جریان رستاخیز داره که میگه آقا این قضیه اینه که خدا همونجوری که گفته زمین رو به وسیله باد و ابر دوباره زنده میکنن، فصل بهار رخ میده، یک بار دیگه هم دقیقاً داره میگه کاری میکنم که انسان دوباره زنده میشه. یعنی جمله شماره 2 دقیقاً همون جمله داره میگه فرارسیدن فصل بهار رستاخیز طبیعت هست که نمونه از رستاخیز عظیم هست. یعنی داره میگه گفته آقا همین بحث که اشاره به بحث ضرورت بحث قیامت داره میگه فصل بهار رو تشبیه کرده به قیامت، همونطوری که زمین به وسیله باد و ابر زنده میشه همون جوری هم باز دوباره قیامت زنده شدن رو تشبیه کرده. یعنی بهار طبیعت رو دقیقاً مشابه با بهار رستاخیز این قضیه انجام داده. این نکته از این که دقیقاً آیش هم برای تحلیل کردیم آیش مهمه. اما بریم سراغ آخرین بحثمون، بحث ضرورت. بحث ضرورت هم یه تکنیک شماره 2 رو میخوام بهت یاد بدم. آقا تکنیک شماره 1 چی بود؟ گفتیم امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. حالا ضرورت رو میخوام به یوش یاد بدم. بریم بازم صفحه سفیدمون. صفحه سفید من این پاک کنم. چی میخوام بنویسم برای شماره 2؟ تکنیک شماره 2. تکنیک شماره 2 بزرگتر کنم. چند دیگه صفحه کم کوچیکه جان. آره خیلی بطور شده. آها خوب الان فکر کنم نمیشه مشکی شد. خب تکنیک شماره 2 که تکنیک آخرمون تو این درس هست، میگیم چی؟ میگیم آقا ضرورت ما همیشه با حکیم و عد جور میشه. ببین چی گفتم بهت، ببین چی گفتم بهت. ضرورت با حکمت و عدل همیشه میاد. تکنیکش هم این بود، ضرورت ما همیشه با حکیم و عدل جور میشه. ندم بهت امکان حکمت، ندم بهت امکان عدل که دادن در سوالات گذشته. دقیقا تو تستا ببین، همین امسال 98 تو ریاضی 98 دقیقا همین نکته رو باز آوردن، امکان عدل، امکان حکمت. بابا ضرورت حکمت، ضرورت عد داریم. دو تا تکنیک بهت یاد دادم تو بحث یادگیری این بحث ضرورت امکان. اولش چی بود؟
امکان ما همیشه با روح و جسد جور میشه، یاد بگید امکان ما همیشه با روح و جسد جور میشه، ضرورت ما همیشه با حکیم و عد جور میشه. پس دانش آموز خوب، جای ضرورت بهت ندن امکان. پس دامشو دقت کن، امکان دادن غلطه. خداحافظ. و نکته بعد، ضرورت یعنی باید معنیش، حواست باشه. امکان یعنی شاید، ضرورت یعنی باید. اینو حواست باشه، اینو حواست باشه. پس یه بار دیگه شعرها بریم، هم ضرورت ما همیشه با حکیم و عجون میشه، امکان ما همیشه، بذار من یکم بیارم پایین تا، امکان ما همیشه با روح و جسد جور میشه. اینم نکتهش بود، اینم نکتهش بود. این از نکته. بریم رو قسمت درسمون تمام کن درسمون. خب ضرورت چیه بچه ها؟ میگیم خداوند حکیم است، جمله بسیار مهمیه، و کارهایش هدفمند است و به نتیجه صحیح و درستی کارهاش منتهی میشه. جمله بعدی که مهمه، جمله بسیار مهمی که تو کنکور گذشته سوال اومده، خدایی که حکیم است، خالقی که حکیم است، خالقی است که کارهایش آفرینشش بیهوده و عبث نیست، زیرا 97 یا 96 همین نکته سوال کنکور اومده بود، زیرا کار عبث یا بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه میگیره. این از این نکته. بعد میگه آقا هر اقتضای ضرورت حکمت، اقتضای حکمت الهی این است که هر موجودی شایسته این است که هدفی شایسته داشته باشه. این نکته دقت کن، هر موجودی شایسته این است که هدفی موجودی برای هدف شایسته خلق شده و امکانات سمو هدف خدا بهش عطا کرده. نکته بعد شماره 4 رو کنارش علامت میذارم، میگه اگر خداوند تمایلات و گرایش هایی را در موجود قرار داده است، پاسخ مناسب آن را هم پیش بینی کرده. اگه انسان گرسنه بشه، خداوند دقیقاً پاسخی برای رفع گرسنگیش در انسان قرار داده. اگه انسان تشنه بشه، مثال کتابه، اگه انسان تشنه بشه، برای تشنگیش، رفع تشنگیش یک پاسخی قرار داره. این قضیه که دقیقاً پس 4 و 5 با هم نکاتش. و نکته بعدی شماره 6 میگه هر انسانی خواستار همه کمالات و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حدی نداره. یعنی انسان دوست داره چیزی براش پایان بپذیره، این میل به جاودانگی و بقا داره، میل به جاودانگی، کمالات نامحدود داره. یکی از این کمالات گرایش به چی داره؟ بقا و جاودانگی داره. میگه بقا و جاودانگی و از نابودی گریزانه. این از این نکته. خب اما بحث بعدی ادامه، محدودیت دنیا و عمر انسان مانع پاسخ کامل به نیامه. چون انسان عمرش محدوده، تو یکی 11 میخونیم، چون انسان پاسخهای احتمال نیازمند تجربه آزمون، تو درس یکی 11 میخونیم. پس انسان چون محدود عمرش نمیتونه به همه این نیازها پاسخ بده. اینم داره همون میگه، چون انسان عمرش محدوده، زمان پاسخگویی به همه نیازهاشو نداره. و خداوند وجود استعدادها و سرمایه مختلفی که در انسان قرار داده هست این است که خداوند اگر با مرده همه آنها از میان، حکمت خدا زیر سوال میره. میگه فکر نکنه که اگه انسان مرد دیگه اینا تمام میشه، نه هست. امام علی میگه در هیچ جا نگرسته، میگه خدا را قبل از آن بعدم و با آن. میگه همه اینها چه قبل از من بوده، چه زمانی که من هستم هست، چه من نباشم باز هم هست. خب و از حکمت خداوند بزرگ به دور این قضیه باشه، یعنی آقا چنین گرایشی در انسان وجود نداشته. اگه بخواد این باشه که در انسان اینو خدا قرار نداده، یعنی انسان حکمت خدا رو قبول نداره این قضیه. پس اشاره به چی داره؟ اشاره به ذرات حکمت داره. نکاتی که برای ستازم جز طراحی های سوال بوده این نکات. و آیش هم که کلمه عبث هم میاد تو آیش، این آیش. اما آخرین بحث ضرورت عدل بود. بگیم و بریم سراغ تست. ضرورت عدل. دانش آموز عزیز، دختر پسر گل 99 که میخوای کنکور ان شاء الله 100 بزنی، درس دینی رو، ولی ان شاء الله میخوای یک درس، یک رشته و دانشگاه خوب قبول بشی، عدل رو یه روش اول درس بهت یاد دادم. یه روش بهت یاد دادم. چی بود روشمون؟ روشمون این بود که گفتیم آقا هر جا صحبت از آیه شد، آیه عدالت شد، که عمل سالار مفسدی متقی فجا داخلش بود، یاد عدالت بیفت، علامت مثبت منفی تو ذهنت بذار. گفت نظام عادلانه، تو سریع یاد عدالت بیفت، یعنی دنبال آیه
مثبت منفی باشه. خب نگاه کن، میگه عدل یکی از صفات الهی هست، یکی از صفات الهی هست و خداوند عادل است. تو نظام قدیم بل عدل قامت سماوات و الارض، خدا آسمان زمین رو به عدل استوار ساخته. دقیقا معنیش اینجا آوردن، همون ترجمهش آوردن، جهان را به عدل استوار ساخته خدا. زندگی انسان که سال دقیقا همین جمله امسال سال 98 بود، همین جمله که الان میخوام بخونم، همین گفتم با کدوم آیه هم مفهومه، آیهش همین آیه شماره 5 میخواستم، آیه خود عدل میخواستم. زندگی انسان نیز در داخل این نظام عادلانه قرار گرفته است. پس هر جا صحبت از عدل شد یاد اون قضیه بحث مثبت منفی میفتی. از این خدا وعده داده، جمله که میخوام بگم خوب دقت کن، که هر کسی را به آنچه که استحقاق، فوق‌العاده، این کلمه استحقاق مهمه، فوق‌العاده مهمه این نکته، استحقاق یعنی آقا خدا وقت کسی وعده داده که حق کسی رو ضایع نکنه، این یعنی ترجمش حق کسی رو ضایع نکنه، پس ضایع نشدن حق کسی یعنی استحقاق در نظام عادلانش. مثلا 3 و 4 مثالاشه، میگه مثلا خدا میگه پاداش بسیار اعمال مثل شهادت در راه خدا، با پاداش کسایی که کار نیک فراوانی دارن و به جمع زیاد انسان‌ها درست کرده برای انسان‌ها، با توجه محدود بودن عمرش تو این دنیا امکان پذیر نیست، پس تو اون دنیا جبران میکنه. یا در قبالش مجازات اون قضیه، آقا یه کسی یک قتلی انجام داده یا مانع رشد استعدادهای بسیار از انسان‌ها، شاید تو این دنیا اون مجازاته براش کم باشه ها، ولی در قبالش تو اون دنیا دقیقا نظام عادلانه خدا برقرار است و قطعا به اون حقانیت مجازاتش میرسه. پس داریم که خدا هیچ وقت یکسان قرار نمیده و هیچ وقت تفاوت قرار نمیده و قطعا این عدالت رو برقرار که آیشان دقیقا من یه بار دیگه برای رمزش بذارم، گفتم مفسدین منفی، فجار منفی، متعمل سالات مثبت، متقین هم مثبت. از این بعد هر وقت گفت نظام عادلانه آیش کدوم تو این بحث درسی، این درسی که الان امروز یاد دادم بود، میگه آقا بحث چی رو میگه؟ اشاره به بحث چی داره؟ اشاره به بحث دقیقا ذرات عدل داره. خب آقا یه نپه داره برات بنویسم، دو تا نپه خوشگل داره برات بنویسم، من صفحه هم ببرم بالا. خب نپه اول بابا هم بنویس. نپه اول میگیم لفظ حق در آیات، لفظ حق در آیات به معنای حکمت و هدفمندی چی؟ بگو من لفظ حق تو آیه باشه درباره چیه؟ ضرورت حکمت الهی. نکته بعدی، لفظ حق در مت به مفهوم رعایت حقوق و استحقاق باشه چیه؟ بگو من گفتم اگه حق تو بحث رایت نظام حقوق بود مثل استحقاق بود میشه چی؟ ضرورت عدل. ببین چه نکته بهت گفتم، چه نکته آسی بهت گفتم، دو تا کلمه حق اما با دو موضوع مختلف. نپه و آخرین نپه و بریم سراغ تست، آخرین نپه و بریم سراغ تست. چی نپه آخر؟ یه نمه طولانی، فقط حواست باشه یه جای خوب بنویسی نپشو. نپشیه میگیم آقا عمر محدود انسان ها، عمر محدود انسان ها پاسخگوه نیازها و خواسته های او برای جاودانگی و بقا نیست. این میشه بحث چی بچه‌ها؟
اس یا نیست؟ میگه آقا از اینجا تحصیل کنم من. عمر محدود انسان ها برای این قضیه چون محدوده، پس محدود ما ازامه محدود اس. میگه پس آقا نمیتونه اون عمرش دقیقا جوری باشه که همه رو پاسخگو باشه. پس اشاره به چی داره؟ ضرورت حکمت الهی. اما آخریش میگیم عمر محدوده، عمر محدوده انسان برای رسیدن به پاداش و کیفر کافی نیست. خب این میشه ضرورت چی؟ بحث پاداش و کیفر مداره چی میشد؟ عدل الهی. ضرورت عدل الهی. سه تا نوپه خیلی خوشگل بهت یاد دادم، مثلا دو تا نوپه آخر، سه تا تکنیک بهت یاد دادم، تقریبا یه 10-12 دقیقه وقت این تست بزن. ببین کامل و جامع درسشو بهت دادم. خوشگل این دو تکنیک رو، مخصوصا این دو تکنیک رو الان کار داریم باهاش. این دو تا تکنیک رو قشنگ یاد میگیری. ذرت ما همیشه با حکیم و عد جور میشه، امکان ما همیشه با روح و جس جور میشه. حالا میخوایم بریم سراغ تست. ببینید چقدر خوشگل و سان. میخوام فقط خودت ثانیه بگیری. از 98 میخوام شروع کنم تا هر جایی که تست داریم ما، تالیفی یا بحث کنکورش. بریم سراغ تست اول. یک، از اینکه پاداش بسیار از اعمال مانند شهادت در راه خدا در دنیا امکان پذیر نیست، چه چیزی فهمیده میشود و پیام کدام آیه اشاره داره؟ آقا داره میگه اعمال مثل شهادت در راه خدا، آیهش هم میخواد ازت. اعمال یعنی چی میفتی؟ عدل. عدل با کدوم بس میومد؟ ضرورت. سه تا گزینمون قشنگ میره با همون شعر کنار. شعرمون چی بود؟ ضرورت ما همیشه با حکیم و عدل جور میشه. تکنیک آیه مون، تکنیک حل تستمونه. آیه در بحث چیه؟ در بحث عدل هست. در بحث عدل. یک گفته امکان عدل، خدافظ. دو گفته ضرورت عدل، نگه میداریم. سه گفته امکان عدل، خدافظ. چهار گفته این ضرورت عدل داره میگه، خدافظ. جواب گزینه دو. به همین راحتی. تازه من تحلیل کردم برات. خودت اگه جای من بودی یه ثانیه تستشو حل کردی. این 98 تا ها، ببین تست ما 10-60 نیست تا. این داغ‌ترین تستی که الان برگزار شده تو کنکور ما. یعنی یه ثانیه فقط میخواست با همون روش، یعنی من الان به اینو یک پیرزن پیرمرد بگم تستشو حل کرده بود. تو که دیگه کنکوری هستی. پس ببین با یه تکنیک تست شو زنیم. بیا بعدیش هم با همون تکنیک باز حل کنیم. ما ببین چقدر خوشگل بعد این انسانی نبردش میگه. کدام عبارت تصریح میکنه زندگی انسان بر اساس چیه؟ نظام عادلانه. یعنی خدا وعده هر کس رو به آنچه که استحقاقش هست چیکار کنه؟ برسانه. استحقاق چی بود؟ بگو. آها، ضرورت عد. ضرورت عد آیه چی میومد؟ مثبت منفی. کدام گزینه؟ باری کلا به تو. گزینه یک، علامتاش متقین. گرفتی نکته شو؟ دیدی چه خوشگل داری تست شو؟ دو تا تست 98 تا اینجا زیر 5 داره. من دارم تحلیل میکنم. تو اگه یه باری که بشین این رو کامل نگاه کنی و بخونی، به والله تستاشو 5 ثانیه، زیر 5 ثانیه تا تحلیل میکنی. اصلا شاید یه ثانیه وقت بذاری براش، یعنی 39 ثانیه وقت بذاری. بریم بعدی 98. بعدی 98، از دقت در و توجه به کدام مورد یا موازی امکان معاد فهمیده میشه. آقا امکان واسه دستی میشد پیدایش نخستین انسان، زنده شدن همه مرده ها، نظامک و زندگی در طبیعت. کدام گزینه داره اینو میگه؟ یک که داره بحث جاودانگی میگه، بحث ذرت حکمت، خدافظ. دو هم داره همونو باز میگه، خدافظ. سه داره بحث عدل رو میگه. آقا این سه تا دقیقاً با ضرورت میان. شعر باز کاربرد داره اینجا. ضرورت ما همیشه با حکیم و عدل جور میشه. سوال چی خواسته؟ امکانو خواسته. کدام گزینه؟ چهار. به همین راحتی. بیا
بعدی، تست بعدی، تست چه؟ لیجمعن نکم الا یوم القیامه. آقا تو رو خدا اینو نگاه کن، من بیام جلو دوربین ببین، من نگاه کن، لیجمعن نکم الا یوم القیامه بهت گفت. تکنیک اون چی بود؟ گفتم اول آیه رو بدن آخر آیه رو میخوان، آخر آیه رو بدن اول آیه رو میخوان. الان اینجا کجا داره؟ اول رو دارن یا آخر رو میخوان؟ تکنیک چی بود؟ جامعه صادقی. جامعه صادقی چی کدوم رو دادن بهت؟ اول رو داده یا آخر رو داده؟ جامعه جمع کردن، جمعه. کجا رو داده؟ اول رو داده. کجا رو میخواد؟ آخر. آخر آیه دوباره چی بود؟ صدق خدا، صادقی خدا. کدام گزینه داره پس این دو تا رو بحث میکنه؟ بگو بگو بگو. کدام گزینه داره اینو بحث میکنه؟ 3 و 4 تمام شد. سری گزینه 1 و 2 رو خط بزن بره. بین 3 و 4. پس اینجا تا اینجا بررسی کردیم ما. خب؟ و خداوند در پاسخ به کسایی گفتن آیا فکر میکنن ما این جهان رو بیهوده آفریدیم؟ خدا چی گفت؟ گفت گمان نمیکنه یه روزی بدونی که یه روزی به سوی ما برمیگردین، رجعت میکنین. کدام گزینه؟ باری کلا به تو. پس اینجا رو من برات هایلایت کنم. میگه در پاسخ اونایی گفتن جهان اون بیهوده خلق شده، گفت بدانی که یه روزی به سوی ما برمیگردین. کدام گزینه داره میگه؟ 4. گزینه 4. درنات. تست بعدی. باز هم با همون سیدینگ جام صادقی. آقا این دفعه کجا رو داده بهت؟ کجا اون قسمت سوال داده؟ آیر داده. صدق رو داده بهت. صادق رو داده. کجا رو میخواد؟ جامعه رو میخواد. کدام گزینه؟ کدام گزینه؟ سه. اینم کلمه جامعه. اینم کلمه جامعه. نیست. این دوتا تستش. بعدی. تست بعدی. خلقت حکیمانه خدا متعال چه خصوصیاتی دارد؟ گفتی خلقت خدا چطوریه؟ هدفمنده. خب پس باید چطوری کدام گزینه‌ها رد گزینه کنیم؟ گزینه 1 خداحافظ، گزینه 3 هم خداحافظ. بین 2 و 4 بررسی می‌کنیم. ادامه. ریشه کار عبث از چی بود؟ تو متن کتاب دقیقاً از چیه؟ جهل و نادانی. کدام گزینه؟ 2. به همین راحتی. این از این. این از این. تست بعدی. تست بعد. تا اینجا این تست رو زدیم برات. تست بعدی. چرا ممکن نیست دفتر زندگی انسان پس از مرگ بسته بشه و همه کمالات کسب شدهش چی بشه؟ از دست بره. از کدام آیه رو میگیم؟ آقا داره میگه آقا چرا ممکن اتفاق بیفته؟ گفتیم عمر انسان محدود رو این قضیه. پس اشاره به چی داره میگه؟ به حکیم بودن خدا داره. حکمت خدا این است که آقا عمر محدود نمیتونه انسان پاسخگوی همه نیازهاش باشه رو این قسمت. پس بحث عدلا میره کنار. عدل خدافظ، عدل یکم خدافظ، چون خداوند حکیم است. 2 و 4 کدوم آیه داره اینو میگه؟ میگیم همون آیه که خدا داره میگه آقا از قضیه داره میگه قطعاً اتفاق میفته داره حرف میزنه. یعنی قطعیت قضیه که آقا این چون عمر انسان محدوده پس دقیقاً اشاره به این است که آقا انسان پاسخگوی سوالش نمیگیره. یعنی همون قطعیت اتفاق معاد داره بررسی میکنه. کدام گزینه؟ پس این جاش ببین من برات همین نیستم. این قسمت داره بحث قطعیت اون قضیه رو میگه. قطعیت معاد چون داره میگه پس میگه آقا چون عمر انسان محدود هست نمیتونه به این قضیه برسه. دفتر عمرش این است که آقا یک روزی اگه بخواد زندگیش این باشه نمیتونه همه کمالات رو کسب کنه. تست بعدی. حاکمیت تدبیری حساب شده در جهان چه ضرورتی دارد و ریشه انکار معاد توسط منکران آن چیست؟ حاکمیت داره میگه. ببین حاکمیتش بحث چی بود؟ حاکمیت تدبیری خدا این بود که آقا قطعیت قضیه اتفاق میفته، قطعیت و حتمیت معاد. پس این حاکمیت اشاره به قطعیت و حتمیت معاد داره. خب پس یا باید گزینه 1 باشه یا گزینه 4 یا گزینه 2 باشه. 3 بچه ها خدافظ. در ادامه ریشه انکار معاد چی بود؟ اگه یادتون باشه این تست ترکیبیه. اگه یادتون باشه این بود که آقا
خدا میگفت اونا از رو علم سخن نمیگن، مازدال کمن العلم، عروض علم سخن نمیگن و سخنش عروض زن و گمان هست، عروض خیال هست. کدام گزینه داره میگه اینا؟ گزینه پس شد؟ گزینه یک. اصلا آقا ریشه انکار معاد اینجا من مینیستم، ریشه انکار معاد میگه از روی علم سخن نمیگن، بلکه از روی گمان میگن، از رو گمان میگن. بعدی تسته بعدی وقت داریم چون تستاشو بذار بزنم بهتره. ممنون. الله لا اله الا هو لجمل کن یوم القیامه، میگه چه دلیلی برای نبودن هیچ شکی در روز قیامت بیان شده؟ باز هم همون جامعه صادقی کجا رو داده؟ لجمل نکم رو داده. کجا رو میخواد؟ آخر آیه صادق. کدام گزینه؟ سه. به همین راحتی بریم تسته بعدی. تسته بعدی استوری قرآن به منکران معاد و تشکیک در معاد جسمانی چه پاسخو میده؟ آقا قرآن به معاد جسمانی ها چه پاسخی داد؟ سه تا پاسخ داد: پیدایش، زنده شدن، نظام، مرگ و طبیعت. کدام آیه در بحث این سه تا یه دونش داره میگه؟ بگو کدام. باری کلا گزینه 4 در بحث پیدایش نخستین انسان، نخستین با این از این دست. تست بعدی خداست که بادها رو میفرستد و ابر و فلان میکنه فلان، میگه کدام مفهوم دریافت میشه طبق این آیه قرآن؟ آقا دقیقا همون نکته بود که سه تا دام داشت. خب گزینه گفته آفرینش، امکان آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در آخرته، درست یا غلطه؟ داما رو دقت کن، درسته. پس تو اینجا نگاه میکنیم دو برای چه غلطه؟ جایز امکان چی اومده؟ ضرورت اومده، پس این غلطه. سه چرا غلطه؟ فقط جسم بود، فقط چی؟ وجود حقیقت انسان فقط روحه. باری کلا فقط روح نه جسم. و همونطور که زمین در بها زنده می شود، انسان در برزخ نه، در کجا؟ آخرت. تمام شد رفت. این از این نقطه. پس کدام گزینه شد؟ گزینه درست، گزینه یک شد. بریم بعدی یه ثانیه. اقتضای عدل الهی در کدوم آیه اومده؟ عدل الهی کدوم بود؟ مثبت، منفی. کدام گزینه؟ سه. همینات آیه عدل، یعنی گفته اقتضای عدل در کدوم آیه اومده؟ مثبت، منفی. تست بعدی آیه شریفی که خداست بادها رو میسازه فلان، میگه پاسخ به کدوم اشکال دریافت میشه بعد؟ این دقیقا داره چی میگه؟ میگه آقا کدومی از اینا غلطه؟ کدومه؟ چهاره. باریکلا. پس دو که اصلا ربطی به این قضیه نداره، سه هم با این نداره. بعضی میگن دو، بخش یک نداره و سه غلطه. میگن دو، آقا زنده شدن انسان در عالم آخرته نه در برزخ، پس دو هم به خاطر این غلطه. پس چهار میگه برای شما معاد جسمی هست، کسی میگه مرگ پایان زنی، میگه آقا معادی رخ نمیده. پس گزینه چند؟ گزینه 4. جامونش بعدی بریم بعدی. امکان دستیابی درستکاران بدکاران، مثبت، منفی. یاد چی میفتی؟ عدل میفتی. عدل با چی میومد؟ ضرورت. پس گزینه 1 امکان خدافظ، گزینه 3 امکان خدافظ. ضرورت ما همیشه با حکیم عجور میشه. ادامه. بعد بحث چی گفتی؟ آیه بحث چی رو میخواد؟ بحث عدل میخواد. پس 4 گفته ضرورت حکمت خدافظ. گزینه چند؟ 2. با همون شعری که باز بهت یاد دادم. این از این نکته. آقا تست بعدی رو دقت کن. تست بعدی دقت کن. آیه بهت داده، آیه چیه؟ مثبت، منفی، متقین، فجار. یاد چی میفتی؟ ضرورت. آیه بعدی چیه؟ میگه خداست که بادها رو میفرستد و ابر و فلان رو زنده میکنه زمین مرده. یاد چی میفتی؟ امکان. پس گزینه 1 گفته امکان ضرورت خط میخوره، گزینه 3 هم گفته امکان ضرورت خط میخوره. بریم 2 و 4. حالا این نکته رو دقت کن، این نکته رو دقت کن، من با ضرب درش خط میکشم. میگه عادلانه بودن برای آیه نخست یا آیه دوم؟ عادلانه بودن یا همون عدل برای آیه که اول اومده است یا آیه دومی که اومده است؟ عادلانه بودن برای چی بود؟ عدل بود. عدل آیه چی میگه؟ تکنیکش مثبت، منفی. پس آیه نخست میشه، یعنی گزینه چند؟ گزینه 2. پس نکتهشو گرفتی. آخرش گفتن این جمله برای کدوم از آیات هست؟ منظور از این یعنی آیه اول یا آیه دوم. این از این نکته و از این تست. بعدی میگه بگو همان خدایی که تو رو برای بر هر خالقی تواناست. در بحث چی داره میگه اینو؟ امکان میگه. پس آفرینش مجدد در برزخ ها غلطه، در آخرت اول رخ میده. پس این گزینه 1 و گزینه 3 خداحافظی میکنه.
افلاسفتون انما خلقوا عبثا، یاد چی بود؟ یاد بحث ضرورت حکمت بود. ضرورت ما همیشه با حکیم و عد جور میشه. خب یک بسه خداحافظی کرد. دو و چهار اولاش دقیقا مساویه. ادامه این آیه در بحث چی بود؟ ضرورت حکمت. چهار گفته امکان حکمت، بازم با شعر حل شد. گزینه چند؟ گزینه دو. ضرورت همیشه با حکمت میاد، نه امکان با حکمت. این از این تست. تست بعدی که خود دقیقا یه ثانیه حل میکنی، لازمه ایمان به خدا. ایمان به چیه؟ آخرت. پیشبینی پاسخ هر مناسب. خدا اگه گرسنگی به ما داد، رفع گرسنگی قرار پاسخ داره بهش. مانه چی بود؟ ضرورت حکمت. کدام گزینه؟ کدام گزینه؟ چهار. این از این. تست بعدی، تست بعدی یه ثانیه، کدام آیه در بحث استفهام انکاری اشاره داره؟ کدوم آیه بود استفهام انکاری اشاره داشت؟ تاکید بسیار کردیم. آیه بود که در بحث میگو فکر کردیم بیهوده آفریدیم، گمان نمی‌کنیم به سوی ما برمیگردیم. کدام گزینه؟ گزینه دو. یعنی نکته بعدی، حق انسان‌ها برای دستیابی به استحقاق. کلمه استحقاق، کلمه استحقاق یاد چی میفتی؟ عدل. عدل طبق روشی که به یاد دادم با چی میومد؟ ذرت ما همیشه با حکیم و عد جور میشه. خب برون رو هست. خب امکان عد داریم؟ نه. امکان حکمت داریم؟ نه. ذرت چی بود؟ استحقاق یاد چی میفتی؟ ضرورت. پانه چی بود؟ ذرت عد. تازه گزینه چند؟ دو. این تستش. ببین همه رو داریم تقریبا 10 ثانیه حل می‌کنم. تازه من دارم تحلیل می‌کنم اینطوری تو خودت راحت می‌تونی. 20 تا مشابهش رو الان حل کردیم. گفتم دو تا بحث می‌دم بهت بگو ذرت یا امکانه. جمله آخر میگم برای آیه اول نخست. بریم سریع حلش کنیم. خب آیه که بهت داده اول قسمت آیه روس امکانه. پس ضرورت خدافظ. دو و چهار خدافظ. بین یک و سه میمونه. خب آیه دومه که ضرورت، درست. پس یکسان گزینه یک و سه تا اینجا. گفته آقا عادلانه بودن مال آیه نخست آیه دومه. آقا عادلانه بودن برای آیه اولی که اومده است یا آیه دوم؟ عدل مال آیه مثبت منفی بود. متقی عمل صالحات مفسدین. مثبت منفی یعنی قسمت یعنی آیه دوم این سال. کدام گزینه؟ یک. به همه راحتی. تست بعدی، تست بعدی. هرگاه بخوایم ببین چقدر تست داریم میزنیم، ما صفحه آخر داریم میزنیم تمام کنیم. هرگاه بخوایم بر حقانیت رستاخیز مبتنی بر عدل و حکمت خدا اثبات کنیم، به ترتیب پیام کنم. آقا سوال برات آسان کنم، کدوم آیه اشاره به حکمت داره؟ کدوم آیه اشاره به عدل داره؟ خب اول چی رو خواسته؟ عدل رو خواسته. اول عدل رو خواسته بعد حکمت. عدل آیه چطوری بود؟ مثبت منفی. خب کدام گزینه؟ پس یک خداحافظ، سه هم خداحافظ. بین دو و چهار آیه حکمت چطوری بود؟ عبثا میومد تو آیش. کدام گزینه؟ صفحه آخر تستمون دیگه اینجا راحت تستا شده. این یعنی مثلا 92 رو حل می‌کنه. بگو همان خدایی که بار اول تو رو حیات بخشی این خلق بر هر خیلی توانا. بحث چی بود؟ بحث منکران پاسخ، کسانی است که چی بودن؟ منکر امکان معاد بودن. در بحث بنگر چی بودن؟ امکان معاد بودن. پس حواس به این نکته باشه، نکته بسیار بسیار مهمه. پس گزینه چند؟ گزینه یک. این دوتا غلطه چون بعد جسم میومد جاشون، نه انسان. این هم غلط، تجلات روح نبود که امکان معاد هست. پس گزینه سه گزینه یک. بریم بعدی. عمر محدود. ببین چقدر راحت تست حل می‌کنی. عمر محدود پاداش اعمال. پاداش اعمال یعنی چی میفتی؟ عدل. بروشه، بروشه، بروشه. آها شعر چی بود؟ ذرت ما همیشه با حکیم و عجور میشه. عدل. پس امکان خداحافظ. یک و سه خداحافظ. پاداش چی بود؟ میگیم پاداش بیانگر ذرت معاد در پرتو چی؟ در پرتو عد. گزینه چند؟ چهار. و دو تست آخر رو تمام کارمون. بعدی آقا میگه نه تنها استخوان ها، باری که میتونیم سر انگشتا شما مجرد خلق کنیم. پاسخ بر منکران، پاسخ بر شبه منکران معاد چی بود این؟ جسمانی یا روحانی؟ جسمانی. پس روحانی ها خط میخوره. پس روحانی ها خط میخوره. در بحث چی هست؟ در بحث امکان یا ضرورت. گفتیم امکان ما همیشه با روح و جسم جور میشه. کدام گزینه؟ یک. باز هم کاربرد شعر. و تست آخر دقیقا مثل همین تست 24ه.
دقیقا مثل تست 24 دیگه، خود حلش کن دیگه، حلش کن. باز هم همون آیه رو تقریبا مثل همون آیه داده، در پاسخ به یکی هست روحانی یا جسمانی ها، میگیم بحث روحانی یا جسمانی، کدوم؟ بحث جسمانی. پس روحانی ها خط میخوره، بعد معاد جسمانی و روحانی با چی میومد؟ با امکان میومد، نه ضرورت. پس بحث سه هم خط میخوره، تنها گزینه گزینه دو میمونه. پایان. ۲۵ تا تست رو از کنکور 98 تا 90 برای حل کردم، تا 91 که ازش سوال اومده، 90 هیچی نیومده. مو رو از ماست کشیدیم برات بیرون، تو هر روشش، تو تکنیکش، تو بحث درسیش، هر بحثی که داشت. دو تا کلمه جمله من گوش بده و تمام بگم. از توقع دارم یه بار دیگه بشینی فیلمو باز نگاه کنی تو پنلت که ایشالا قرار تو سایت، تو سایت جایشینو میذارن، تو آپارات میذارن، بشین کامل نگاه کنی تکنیک‌ها به یاد دادن، جامعه صادقی، امکان، ضرورت و قشنگ یاد بگیری که کاربرد داره و تستا رو مجددا خودت حل کنی. خواهشی که دارم تستا رو دقیقاً ثانیه‌شو کنار خودت با کنومنت بگیری. چند ثانیه از 40 ثانیه وقت می‌گیری؟ و نکته بعد دقیقاً 25 تا رو دقیقاً این کارو کن. 17 دقیقه تایم بذار ببین تو 17 دقیقه چند دقیقه پاسخ می‌دی. اگه تونستی ظرف 12 10 اینا پاسخ بدی، مطمئن باش که این اتفاق با کلاس ما تو کنکورت هم برات رخ میده و تستا رو ایشالا زیر 5 ثانیه. و حرف آخری که میخوام و جمله آخری که میخوام بگم، حتما حتما نه تنها کلاس من، همه کلاس های آنلاین جشن رو شرکت کنین. تاپ ترین و ناب ترین و حرفی ترین و قوی ترین اساتید کنکور کشور هستن. برای هر کدومشون من آرزو موفقی دارم و رفیقای من هستن. هر کدومشون در دست خودشون مهارت خاصی دارن و اینکه حمایت کنین، مطمئن باشین بهترین اتفاق میفته براتون. برای همتون بهترین ها رو آرزو مندم. و نکته آخر، حتما حتما ثبت نام اولیه کنین که ان شاءالله از هفته بعد ما درس یک سال دهم استارت میزنیم.